به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر سر جهان فارسی زبانان هر جا که هستید اینشاالله که شد و سلامت باشید خب من میخوام بپردازم به فوتبالیستای قاتل ایرانی و به نوعی یا به گفته دیگر اینایی که در واقع شدن سلبریدی حالا میخوام بگم همه این فوتبالیستان هم قاتل نیستن ولی میخوام درباره یه فوتبالیست که قاتل هست و حالا شبکه های دشمن دارن اشک می میریزن و دروغ پراکنی میکنن این رو با شما در میون بگذارم بریم عکس شون رو ببینیم اسمش از امیر نصر آزادانی حالا ببینین داستانش چیه خوب توجه کنید. میگن که فوتبالیست اینجا این یه ای ای نوشته رو دارم میخونم فوتبالیست قاتل ایرانی ای را بشناسید این شخص سه نفر رو به قتل رسوند توجه کنید سه نفر رو کشته پشت پرده حکم محاربه بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور چیست؟ در تیم تراکتور بازی میکرده در ساعت اخیر برخی از فوتبالیستا و سلبریدی ها با راه کمپینی از قوه قضایی درخواست آزادی امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور را که صرفا به دلیل شرکت در اختشاشات اخیر بازداشت شده است را دادن ببینین اینا میان دروغ و کذب چاپ میکنن و این رو در واقع منتشر میکنن تو فضای مجازی حالا این فقط شرکت در شد نبوده یعنی تقصیر و گناهش فقط این نبوده حالا ببینید چی بوده اما واقعا جرم نصر آزادانی چیست؟ او یکی از عوامل حمله مسلحانه به نیروهای حافظ امنیت در اصفهان بوده است که بر اثر آن توجه کنین اسماعیل چراقی سرهنگ نیروی انتظامی و دو بسیجی به نامهای محمد حسین کریمی و محسن حمیدی به شهادت رسیدن فهمیدین این قاتل سه نفر هستش این بیشرف آره سلبریدی ها و ورزشکاران چون میدانند اگر جرم این شخص را بیان کنند مردم با آنان همراهی نمی کنند البته باید دروغ بگن دیگه از این قهرمان سازی کنند با دروغ صرفا او را یک معترض معرفی می کنند خب اینم اندیش کرده راهبردی راه بردیه. اصر ظهور این رو منتشر کرده دمشون گرم پس این قاتل رو بشناسین امیر نصر آزادانی قاتل سه تا از هم میهنان نازنین ما که روانشون شاد بعد اینا میان بی شرفا میان اشک تمساح میریزن حالا میخوام یه کیس دیگه ای رو با, با, شما در میون بگذارم بریم اینجا و بپردازم به یک مورد دیگه بی بی سی بی شرف که دروغ پراکنی میکنه این هرومزاده ها که باید ما همین زاده ها رو بشناسیم و بی بی سی که امیدوارم امیدوارم که بی بی سی رو به زودی یعنی ایران برخورده خیلی محکمی با بی بی سی بکنه یه چیزایی رو شروع کردن ولی حالا زی... معلوم نیستش که در واقع نتایجش چی هست درباره در اون در یه برنامه دیگه صحبت خواهم کرد خب میریم و میپردازم به یک نوشته که از دروغ پراکنی های BBC فارسی هست میگه چی؟ میگه داستان سرایی BBC فارسی از شکنجه بذاریم برم اول این رو هم روشن کنم ببینین از شکنجه شخصی به نام امیر محمد جعفری یکی از همین افتنگران و آشوبگران هست حالا دروغای اینا رو ببینین که اینا چه دروغایی چاپ کردن براتون میخونم بی بی سی فارسی دروغای بی, بی سی فارسی داستان سرایی بی بی سی فارسی از شکنجه یکی از متهمان پرونده شهادت سید روح الله عجمیان این جوون نازنین که سی نفر ریختن سرش از اون میان اون دکتر بیشرف حسن حسن لو قره حسن لو خاک بر سر جنایتکارش با زنش هر دوتاشون ریختن سر این ریخته بودن سر این یعنی اینم جز اینم هم جز همون سی نفر بودن حالا این هم یکی از همون این امیر محمد جعفری که تصویرش رو اینجا میبینین خب رسانه های ضد انقلاب اخیرا مدعی شده بودن امیر محمد جعفری یکی از متهمان پرونده شهادت روح الله عجمیان شکنجه شده است در داستان سرایی بی بی سی آمده امیر محمد رو شکنجه و به او و برق وز کردن اینا میان این بیشرف های دستان های دشمن میان دروغ میگن میگن اینا رو بهشون شکنجه شکنجه شون کردن اینا آمدن اعتراف دروغی بکنن در صورت که تصویر و عکس و تمام اینا با بهباد و با تمام اینا فیلم هاشون اصلا اون بی چقدر پستی و بیشرفی میخواد آخه میخوام بگم یه ذره اگر وجدان و شرف تو وجود اینا بودش خیلی خوب بود بی بی سی فارسی در خبر دروغ خود به نقل از همان منابع بیهویت همیشگی مدعی شده بود این بی بی سی گفته انگشتان امیر محمد جعفری در ملاقات آخرش بانپیچی و نخونهایش خورد شده است در پی این ادعا خبرنگار میزان یه خبرنگار یه, نشری است خبرنگار میزان به کانون اصلاح و تربیت شهید کچویی مراجعه کرد تا از نزدیک ضمن ملاقات با این متهم ادعای بی بی سی فارس فارسی را بررسی کند خب دمش گرم که رفت ببینه چه خبره بررسی های میدانی این خبرنگار نشان میدهد هیچ گونه شکنجه و بدرفتاری با این متهم و سایر متهمان این ندامتگاه رخ نداده ضمناً برابر اظهارات متهم جعفری مسئولان ندامتگاه رفتار محترمانه با و دیگران داشته و حقوق آنها کاملا رعایت می شود متهم تاکید می کند در دوران بازداشت خود با خانوادهش نیز دیدار داشته است تو کدوم زندان خانواده میتونن برن دیدار کنند با زندانیشون یک ایرانی بیچاره بدبخت و یه پزشکی رو اینجا گرفتن اسمش هم نمیخوام الان بیارم یه پزشکی رو اینجا گرفتن کردنش تو زندان چون علیه یه گروه و دسته اینجا در واقع حالا صحبت کرده بود براش پرونده سازی کردن اجازه ملاقات با خانواده نداره ده سال این, بند، این بیچاره تو زندانه ده سال تو زندانه من میدونم چون در واقع اینا این آقای, پز، این آقای دکتر موقعی که ما وارد آمریکا شدیم پزشک من و دخترم بودش بعد یه روزی رفتم مطبشون دیدم که نیست نیستن و, مت... و فهمیدم که گرفتن که ایشون رو کردن تو زندان و متاسفم که حالا در صورت یه داستان بسیار عجیب و تکان پشت این هست چه بسا یه روز دربارهش صحبت کنم خب متهم تاکید میکند در دوران بازداشت خود با خانوادهش نیز دیدار داشته توجه کنیم و تماس تلفنی برقرار کرده است اینجا تو زندانی های آمریکا اصلا و ابدا چنین, چنین حق و چنین حقوق ندارن و ازشون بیگاری میکشن سالی میانگین پنجا هزار دلار ازشون کار میکشن روزی یه دلار بهشون حقوق میدن این از گفته های کریس هجس هست من نمیگم این جورنالیست آمریکایی خبرنگار و یک انسان والای آمریکایی خب نظر این رسانه ها درباره نحوه رفتار با حمید نوری در زندان سوئد چیست؟ حمید نوری رو که میدونین یک دیپلمات های ایرانی بود این بیچاره بدبخت رو گرفتن تو سوئد چند سال تو زندان انفرادیه حق دیدار با خانواده نداره زندان انفرادی اون سوئد بیشرف هرون لغمه اونایی که دم از حقوق بشر میزنن خب حالا میریم و این کلیپ رو با هم دیگه گوش میکنیم ببینیم این خودش چی داره میگه خب این همون امیر محمد جعفری سعی و سالم اینجا سرمو رو گنده نشسته خودش داره حرف میزنه یادتون باشه که این از همون شرکت کنندگان در قتل و شهادت روح الله عجمیان هست که به فجیه ترین راه ها ایشون رو به شهادت رسوندن و سنگدلانه ترین و داعشی ترین عملیات این آقا هم یکی از همون هست. خب حالا گوش میکنیم ببینیم چی میگه سلام ای محمد جعفری هستم امروز تاریخ 29401 هستش من از تاریخ 38401 به زندان کچوی بخش کانون اصلاحات حیات فرهنگی انتقال پیدا کردم در اینجا رفتار محترمانه و خیلی خوبی با ما داشتن حقوق و زندان رعایت شده با خانواده ملاقات داشتم تماس تلفنی داشتم اخبار و حرفهایی که از رسانه های خارجی و اخباری که شبکه های غربی پخش کردن طول محتوا کردن چیز هستش من انگوشتان سالم هستش من گفتم برق به من وست شده و خیلی میمید که نه شکستهی داشته نه شکنجهی هیچی و خواستم بگم که هر اخباری رو باور نکنید خب شنیدین فر اخباری رو باور نکنین داشم که دیدین سالم بودش خب ولی خودش تمام اون اخبارا رو باور کرد و رفت توی قتل شرکت کرد این جوان بیشعور تحت تاثیر حالا جالب اینه که تو دادگاهاشون میان میگن جوگیر شدم اینم یه کلک جدیده یاد گرفتن جوگیر شدم خب حالا ما باید چیکار بکنیم ببینین در واقع ایران باید ایران با چیکار بکنه در رابطه با این دروغهایی که بی بی سی میاد میگه ببینین ایران باید واقعا چیکار بکنه با بی بی سی میخوام بگم من انتظار دارم که ایران یک برخورد خیلی محکم و سخت سفت و سخت و یک برخورد واقعا یه چیزی که ایرانی ها اینو احساس کنن نه اینکه نازشون بکنه من اینو رو نمیفهمم واقعا اول اصلا باید سفیر انگلستان رو فراخانی بکنه در تهران بگه این گوهای زیادی چیه شماها اجازه میدین تو اون بی بی سی واموندتون بخونن بی بی سی یعنی چی بریتیش برودکست درست خب دولت انگلیس باید پاسخگو باشه در قبال این دروغ که اینا چاپ میکنن و دوم شخصی رو که خبر رو خونده این باید براش پیگرد قانونی داشته باشه و باید تحریم بشه و اگر مال و اموالی در ایران داره این باید ضبط بشه در واقع این شخص رو باید پیگرد مورد پیگرد قانونی قرار بدن و دیگه اینکه تمام اخبار بی بی سی با, با دقت باید رسد بشه و دولت انگلیس دولت انگلیس رو باید مسئول بدونن برای هر اخبار دروغی که در ایران اینا چاپ میکنن این بیشرف ها اومدن اخبار به زبان فارسی گذاشتن اینا اخبار نیستش ربطی به آزادی بیان نداره این فقط منتشر کردن کذب و دروغ و و تمام ایناست و همچنین از همه بدتر تشویق به عملیات تروریستی میکنن خب من میدونم که تو ایران خیلی ها هستن که قربگدا و قربگرا هستن توی دولت های ما بودن هنوزم یه تعدادشون اونجا هستن تو دستگاه ها و تو وزارت امور خارجه و اینا و بی بی سی رو دارن یه مدلای نازش میکنن یعنی میخوام بگم اون برخوردی که شایسته يه. ملت ایران هست با بی بی سی نمی کنن. و در هر صورت اینا غلط میکنن بیان به زبان فارسی اخبار پخش میکنن و اخبار دروغ یه چیزی رو اینا با آزادی بیان اشتباه گرفتن آزادی بیان نشر اکاذیب که نیست آزادی بیان اینه که تو افکاری رو که در واقع نشر اکاذیب نیست بیای اونجا عنوان بکنی حق رو بگی حق طلب باشی حق خواه باشی خب در هر صورت این سخنان من هست در این رابطه که مسئولین ما باید چیکار بکنن و حالا این برخوردهایی که ما تا به حال دیدیم واقعا واقعا میخوام بگم که جایی نداره و مسئولین ایران و وزارت امور خارجه باید یه خورده یه خورده به خودشون بیان یا خیلی زیاد به خودشون بیان و برخورد درست با اینا بکنن که اینا از این غلطا نکنن از این گوهای زیادی دیگه نخورن در واقع بی بی سی رو باید بذارن تو لیست تروریستا تو لیست تروریست ها باید بی بی سی بره خب من اینو گفتم بارها هم گفتم تو برنامه ها بی بی سی دست کمی از اون سقوطی انتر آشقال نداره خب عزیزان من این رو فقط اینجا پخش کردم که بدونین این کسانی که در واقع مرتکب قتل و جنایت و شهادت شدن اینها باید به سزای اعمال خودشون برسن و اینجا میخوام بگم که ما در در قانونگذاریمون هم قصاص داریم این رب رب داره به خانواده کسانی که شهید شدن اگر یه مادری بگه که این قاتل پسرم اینم باید این باید اعدام بشه خب باید اعدام بشه و دیگه اینکه محاربه محاربه یعنی چی یعنی شما اومدی اقتشاش عمومی ایجاد کردی اما کن عمومی رو آتیش زدی دشمنی کردی با با جامعه با امنیت جامعه بازی کردی خب اونم حکم محاربه داره و وقتی که میگن محاربه اینم اینم اعدام هستش اینجا میخوام میگم در آمریکا اگر یک چنین عملیاتی از کسانی سر میزد همونجا سر ضرب سوراخ سوراخش میکردن پلیس ما نمیساد نگاه بکنه که پلیس رو بزنن و چاقو بکشن به روش و نمیدونم اون کارا رو بکنن کوکتل مولوتوف پرت کنن نارنجک بنزن که خودم دیدم در, در برابر یگان ویژه این کارا رو میکردن خب در صورت شما بیشرفا و مزدورانی که زر میزنین و حمایت میکنین از یک چنین قاتلانی یکیش همینه امیر نصر آزادانی که سه نفر رو کشته خب بعدش هم حالا همین روزا میان هشتگ میزنن که این یکی هم آزادش کنن که در قتل روح الله عجمیان دست داشته حالا حکم اینو من هنوز نمیدونم حکمش چیه ولی فعلا تو, تو زندانه در هر صورت عزیزان من عضو کانالا بشین و زنگوله رو فشار بدین نظرتون رو بنویسین پسند رو هم فشار بدین از همه مهمتر به اشتراک بگذارین با عشق عاشقان ایران خدا نگهدار